رئیس روابط بین المللی جمعیت هلال احمر افغانی در یک نشست خبری گفت که بر اساس توافقی که میان این سازمان و دهکده صلح آلمان صورت گرفته است، آن عده از اطفال که امکان درمانشان در افغانستان وجود نداشته باشد به آلمان فرستاده می شود. 90 کودک که شکستگی استخوان و سوختگی های شدید داشتند از سوی دهکده آلمان جهت تداوی به آلمان فهرست شدند. 32 سال می شود با ما تفاهم‌نامه امضا کرده و سالانه دو بار، یعنی هر 6 ماه دکتران این نهاد به کابل تشریف می آورند و ما یعنی سرمیاشت در تمام افغانستان اعلان میکنیم که دو نوع مریض، یکی سوختگی شدید است و یکی استخوان شکن، اینها باید به مرکز سرمیاشت تشریف بیارند تا دکترای که از جرمنی میان و ببینن. نماینده دهکده صلح آلمان میگوید که تمام مصارف تداوی این کودکان در آلمان توسط همین نهاد پرداخته می شود و اما مصارفی که در افغانستان صورت می گیرد از سوی جمعیت هلال احمر افغانی پرداخته خواهد شد. این که برخی مریضان اکنون می خندن و صحتیاب شدن برای ما خیلی خوشایند است. آنها بر ما اعتماد دارند و ما هر کار که بتوانیم برای کودکان بیمار انجام بدهیم، به شمول برگشت آنها دوباره به خانواده هایشان دریغ نخواهیم کرد. شمار از مریضداران از آغاز این پروسه خرسند هستند و میگویند شمار کودکان مریضی که نیاز به تداوی در بیرون از افغانستان را دارند بیشتر است. دیرتر از این چی بنت زمین برابر کلاچیلار اونها تداوی میشی. احتیاج هستند، تداوی را پولش ندارند. امکانات ندارن، اینا را کمک میکنن، شکستگی باشه، سوختگی باشه، جور میکنن، در اینجا میارن، ما از اینا سپاسگزاری میکنیم. یار میجربانیان و سپاس شبخانه که ما عملیات حکم پر کنه و که دقا خصوص دا پرسد مکتب پیداست و دیر منا نجنی که. این در حال است که نهاد خیری دهکده صلح آلمان بیشتر از 32 سال می شود که با جمعیت هلال احمر افغانی همکاری می نماید و معالجه اطفال بیمار از اولویت های این سازمان است.